مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لن و نفرین بکنن، این لن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. آدرس اشتباه کسی به اونها نده. از پیشنهاد استعفا تا شماتت به خاطر فرار از مسئولیت، واکنش‌های گسترده به اظهارات حسن روحانی درباره مقصر اصلی مشکلات ایران. از میهمانان برنامه می‌پرسیم که آدرس مقصر واقعی مشکلات ایران کجاست و درباره این حرف‌های حسن روحانی چه فکر می‌کنند. در ادامه برنامه می‌شود. رشد افسار گسیخته قیمت ارز در ایران، جلوگیری از گرانی دلار جز لغو تحریم ها راه دیگری هم دارد. دختری که افراطگرایان افغانستان نتوانستند متوقفش کنند. از شمسیه علیزاده میپرسیم که چطور توانست در رقابتی با حضور 200,000 داوطلب نفر اول شود. و گل دیر هنگامی که کار را تمام کرد، پرسپولیس با حذف اسد قطر به 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. 10 ماه مانده به پایان دوره حسن روحانی در ایران که با کلید آمده بود، از قفل شدن فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفته می شود. قفل تحریم بر اقتصادی بحران زده، قفل بدبینی بر رابطه با دنیای غرب در عرصه دیپلماسی و انسدادی در فضای سیاسی و اجتماعی داخلی. رئیس جمهوری ایران که می گفت برای حل مشکلات ایران باید با آمریکا به عنوان کت خدای جهان صحبت کرد، حالا می گوید لعن و نفرین را به کاخ سفید حواله کنید. مثل چند رئیس جمهوری پیشین ایران، حسن روحانی در اواخر دور دوم چندان در معادلات سیاسی داخلی به حساب نمی آید. کجای کار حسن روحانی اشکال داشت؟ لبخند به آمریکا؟ انفعال در برابر هسته اصلی قدرت در ایران یا همان دولت پنهان یا چیزی غیر از اینها؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. واشنگتن دی سی، کاخ سفید، این آدرسشه. پاسخ حسن روحانی به انتقادها از عملکرد دولتش. مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لن و نفرین بکنن، این لن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. یه عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندن. سلب مسئولیت از دولت در شرایط بالا رفتن شدید قیمت‌ها از جمله قیمت مواد غذایی، کمبود دارو و افزایش افسارگسیخته قیمت دلار. مدت هاست مردم توان خرید ندارن. تخم مرغ کیلو 18,000 تومان، پنیر بیکیفیت کیلو 35,000 تومان، نانهای بیکیفیت، حالا با دلار 30,000 تومانی رمقی برای کسی نمونده دیگه. من یک طراح هستم، با توجه به شغلمون همیشه باید سعی کنیم از بروزترین سخت افزار استفاده کنیم. اما در چند سال اخیر به دلیل جهش قیمت دلار دیگه این برامون غیر ممکن شده. برای سیستمی که تا چند سال پیش ما باید 3,500,000 پول میدادیم، الان چیزی حدود 35,000,000 باید پول بدیم. واقعا زندگی، مخصوصا زندگی کارگری در ایران فاجعه است. یعنی تلف حتی نون تخم مرغ، املتی که میتونست درست بکنه دیگه همون هم دیگه نمیتونه. مشکل کجاست؟ مشکلاتی که حسن روحانی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری و در زمان تبلیغات انتخاباتی مسئول آن را ساکن کاخ ریاست جمهوری در خیابان پاستور میدانست، نه ساکن کاخ سفید. مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی. همه ضعف‌ها و همه ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت. ارزش پول ملی را نصف کرده ایم و هنوز هم شعار می‌دهیم. تمام این جنایات پای کاخ سفیده. 7 سال بعد اما آقای روحانی به نظر نمی رسد جز همان شعارها راه حلی داشته باشد. خب جلوی دارو رو گرفتن، جلوی درمان رو گرفتن، جلوی مواد غذایی رو گرفتن، اینا
آدم‌هایی هستن هیچ وقت با این توحش ما در تاریخ کاخ سفید رو ندیده بودیم. حدود 185 کشور دنیا از ما حمایت میکنن، از ایران حمایت میکنن. تو سازمان ملل ببینید شما، تو نطق‌ها ببینید. آنچه در نطق‌های مورد اشاره حسن روحانی شنیده میشد، اما نه حمایت از ایران بلکه انتقاد از سیاست‌های آمریکا بود. از جمله اینجا در سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه: راهبرد فشار حداکثری در چند سال گذشته نتوانسته مانع فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه شود. به همین دلیل است که فرانسه و شرکایش یعنی آلمان و بریتانیا تأکید دارند که توافق وین به طور کامل اجرا شود. ما نقض این توافق از سوی ایران را نمی‌پذیریم. حسن روحانی اما از فعالیت‌های بحث برانگیز ایران در منطقه، رد پیشنهاد مذاکره مجدد از سوی آمریکا و همینطور سوء مدیریت و فساد داخلی سخنی به میان نمی آورد. سیاستی که در داخل ایران خریداری نداشته. تقریبا همه روزنامه ها از هر جناحی از سخنان رئیس جمهوری انتقاد کرده و بیکفایتی مسئولان اجرایی را مسئول دست کم بخشی از مشکلات دانستند. از جمله روزنامه تندروی وطن امروز: دولت از مقام پاسخگویی خارج شده و خود را قربانی وضعیت معیشتی مردم جا می اندازد. مقامات دولتی سعی می کنند با برجسته کردن متغیر خارجی از توانایی بالقوه‌ای که در 7 سال گذشته می توانستند صرف اصلاح امور و ایمنسازی اقتصاد کشور کنند سخنی به زبان نیاورند. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران: رئیس جمهور باید بداند اگر به مردم بگوید من اشتباه کردم که در 100 روز اول وعده های آنچنانی می دادم، ولی در 300 روز آخر شیوه نفرین کردن را آموزش می دهم، قطعا مردم تسلیم حرف راست و صداقت هستند. و در آخر روزنامه اعتماد و پیشنهاد عباس عبدی از چهره های اصلاح طلب به حسن روحانی برای استعفا: در این 10 ماه کدام چشم‌اندازی تیره بود که تیره تر نشده است؟ حالا که اصولگرایان غالب قدرت و اراده استیضاح را ندارند، پیشنهاد می کنم که روحانی شخصا دست به کار شود. کنار رفتن نه به معنای اعتراض، بلکه به معنای گشودن راه برای حل ماجرا. درخواست کنارگیری از کسی که گفته بود چون کلید مشکلات را دارد آمده. والله العلی العظیم، اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است اگر راه حل نداشت، من کاندید نمی شدم. اما امروز با باز نشدن قفل مشکلات و حتی وخیم تر شدن شرایط اقتصادی ایران، موضع رئیس جمهوری نه کنارگیری بلکه چشم دوختن به همان جاییست که لایق لعن و نفرین می داند. کاخ سفید و این سوال که چه کسی در 4 سال آینده ساکن اینجا خواهد بود. شکی من ندارم که دولت آمریکا روزی تسلیم خواهد شد. من تردید ندارم آمریکا روزی زانو خواهد زد در برابر ملت ایران. برای ایرانیانی که از تأمین حداقل‌های زندگی ناتوان شدن، اما این سخنان خالی از معناست. کسانی که پیروزی را داشتن زندگی عادی و اقتصادی با ثبات می دانند. ندارم ملت ایران پیروز خواهد بود. باران عباسی، بی بی سی. افشار سلیمانی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در دولت محمد خاتمی از تهران، مصاحبه سلیمانی میگن که شرایط کنونی حساسه و معتقدن محور اصلی اهداف مجموعه نظام جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی باید منافع ملی ایران باشه. و همینطور محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی سیاسی ایران با ما هستند. آقای سبزعلی پور مخالف کنار رفتن رئیس جمهوری ایران هستند و معتقدند حسن روحانی باید تا آخر کار در مسند خودش باقی باشه تا پاسخگوی عملکرد خودش در برابر مردم ایران باشه. سوال اول را از آقای علی پور میپرسم. از نظر شما اگر بخوایم به یک عامل عمده اشاره بکنیم، کجای کار حسن روحانی ایراد داشته در دوره دوم خصوصا؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت بینندگان محترمتون. در ارتباط با عملکرد جناب آقای روحانی، شما خیلی از مسائل رو تو گزارشتون اشاره کردید و من هم نمیخوام اشاره بکنم به اینکه چه مسائلی رو به هر صورت ایشون با سر کار اومدنشون به وجود آوردن، چون یه بچه هم الان تقریبا میدونه که ایشون چه مشکلاتی رو تقریبا با عملکرد غلطشون به وجود آوردن. منتهای مراتب بحث سر این هستش که اگر واقعا ایشون
نمیتونستن ادامه بدن و مشکلات بود، چرا در دوره دوم کاندید شدن. و در دوره دوم هم که کاندید شدن ایشون اومدن و تمام بحث خودشون رو، اولا ما به ایشون گفتیم که مردم رو بیش از حد متوقع نکنید در خصوص بحث برجام، ولی ایشون گوش نکردن. خیلی از اوغلای نظام و همچنین خیلی از برجسته های سیاسی و اقتصادی از جمله بنده حقیر این مسائل رو تاکید کردیم که رئیس جمهور خیلی مردم رو متوقع نکنه، خیلی سطح درخواست های مردم رو بالا نبره با حرفایی که میزنه، ولی متاسفانه ایشون اومدن و سطح توقع رو بالا بردن، برجام رو به یک جایی رسوندن و تمام بحث خودشون رو، بیشتر عملکردشون رو گذاشتن توی سبد برجام و اعلام کردن که حتما باید کت خدا رو ببینن، همون موردی که شما در گزارشتون اشاره کردید. کت خدا منظور ایشون آمریکا بود و اعتقادشون بر این بود که اگر آمریکا رو ببینیم همه مشکلاتمون حل میشه. حتی ایشون تا باران رو هم، تا حل مشکل آب مملکت رو هم به برجام و خدمت شما عرض کنم به مسائل اینچنینی، اینقدر سطح توقع مردم رو بالا بردن و با این سطح توقع مردم فکر کردن که دلار میشه 1000 تومان. اگه خاطرتون باشه مردم اومده بودن تو خیابون دلار رو به صورت 1000 تومانی نشان میدادن که این یک عملکرد اشتباه بود. آقای روحانی در دوره دوم هرچی جلوتر رفت متاسفانه دید که نمیشه و اون برجام هم نمیتونه اون نیازهایی رو که ایشون داشت برآورده بکنه و در نتیجه یواش یواش دروغ آمد توی کار و این دروغ باعث شد که رفته رفته اعتماد مردم نسبت به ایشون کم بشه و از بین بره و این دروغ رو ما بایستی بذاریم پایه عملکرد غلط آقای روحانی. آقای سلیمانی شما چی فکر میکنید؟ از نظر شما کجای کار آقای روحانی ایراد داشت؟ ببینید من اولا خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت مهمان شما و بینندگان عزیز و میخوام در ابتدا عرض بکنم که اولا مجموعه مشکلاتی که کشور داره به هر حال به مجموعه در واقع حاکمیت برمیگرده، نه فقط دولت. یعنی اینکه به هر حال ساختار، ما 3 تا قوه داریم، قوه مقننه داریم، مجریه داریم، قضائیه داریم و در واقع این نهادها هم توسط مقام رهبری در واقع هدایت میشن. سیاست‌های کلان کشور رو هم ایشون تعیین می‌فرمایند و بازوهای مشورتی و اجرایی هم هستند، از مجمع تشخیص مصلحت و بعد شورای نگهبان و نیروهای مسلح و همه اینها هستند. یعنی مجموعه نظام در واقع در رابطه با مسائل مملکت و مردم مسئولن و بایستی که وظایف خودشون رو انجام بدن. این که آقای روحانی به هر حال نتونستن آنطوری که قول داده بودن و حتی خیلی کمتر از اونی که قول داده بودن هم حتی نتونستن بهش برسن، این بود که اولا آقای روحانی اون وعده هایی که داده بودن در رابطه با اینکه شفاف با مسائل برخورد خواهند کرد، خب طبیعتاً آنگونه نبود و این کار رو نکردن. دوم اینکه شایسته سالاری در مجموعه دولت ایشون و در تشکیل کابینشون اساساً دیده نشد. آقای روحانی عمدتاً افرادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوروبر ایشون بودن اووردن و مسئول کردن و اونایی هم که نزدیک به همون افراد بودن، یعنی یک حالت خانوادگی بود، به خاطر اینکه این کشور ذخایر زیادی داره، منابع انسانی و مدیران بسیار قوی و باسواد و شجاعی داره که همشون کنار گذاشته شدن. کسانی که به هر حال نزدیک بودن و بله میگفتن، این هم خب ما البته مشکل شایسته سالاری در کشور ما همیشه بوده، در دولت قبل از آقای روحانی هم در دولت احمدی نژاد هم شدیدتر بوده، در دولت آقای خاتمی خب من شاهدش بودم که تا حدود زیادی بحث شایسته سالاری رعایت میشد و کارنامه خوب آقای دولتی یکی از دلایلش هم همین بحث شایسته سالاری بود. به هر حال آقای روحانی ضمن اینکه با مسائل واقع بینانه برخورد نشد. ببینید یه واقعیاتی هست در بحث مسائل بین المللی و مسائل داخلی، اگر شما با واقعی هوشمندانه و واقع بینانه باشون برخورد نکنید و بر اساس مؤلفه های قدرت باشون برخورد نکنید، خب طبیعتا در تصمیم گیری ها دچار اشتباه میشید و دولت آقای روحانی این اشتباه رو در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کردن. حتی در حوزه اقتصادی شما آقای سلیمانی شما فکر میکنید که آقای روحانی داره آدرس غلط میده وقتی میگه که باید لعن و نفرین رو حواله کاخ سفید کرد؟
طبیعتاً ببینید طبیعتاً این آدرس غلطه. ببینید اتفاقاً من سر این موضوع نظری دارم. این که آقای روحانی متناقض حرف زده و میگه که در یه جایی که تحریم ها خیلی اثر نکرده، بعد مردم ایستادن ما مقاومت کردیم و آمریکا زانو خواهد زد و اینها، خب این یه بحثه. از این ورم وقتی این آدرس داده میشه، اینها دو جمله متناقضه. یعنی اینکه به هر حال کدومش درسته؟ تحریم ها اثر کرده، آمریکا تونسته یه کارایی بکنه. بله آمریکا در تحریم هرچند مشکلات اقتصادی ایران رو من فقط از تحریم نمیدونم، ولی تحریم ها اثرات زیادی گذاشته. ولی خب از اون بابت که آمریکا شکست خورده، تحلیل اینه که خب آمریکا به هدفی که می‌خواسته نرسیده. درست این تحریم‌ها فشار آورده، ولی اینکه تا اینجای کار حداقل بتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که اینا برن بعد مذاکره بکنن با آمریکا، امتیاز بدن، و فعلا این اتفاق نیفتاده. یعنی میشود گفت که این تحریم‌هایی که آقای ترامپ انجام داده و خروجش از برجام یک بازی باخت باخت بوده. نه اون به هدفش رسیده، نه ایران از اینکه ایستادگی کرده به هدفش رسیده. به هر حال باید آخر قضیه رو ببینیم دیگه. به هر حال این همه مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی در کشور وجود داره، اینا که این همه یک شبه حل نخواهد شد که. ریشه های این مسائل رو باید در آورد و واقع بینانه با مسائل برخورد کرد. آقای علیپور، اشاره خیلی خیلی مختصر و گذرایی آقای سلیمانی داشتن به این که خب همه تقصیرات رو هم نمیشه بر عهده آقای روحانی نوشت، به خاطر اینکه کل نظام و سیستم هم اینجا مطرح قوای متعدد. بعضی ها از این هم فراتر میرن، میگن که ما یک دولت پنهانی در ایران داریم، سپاه پاسداران، نهادهایی که در اطراف آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران حلقه زدن، تصمیم گیرنده اصلی اونها هستن. مثلا در برجام اگر دولت مشغول مذاکره بود، اونها موشکی رو آزمایش میکردن که به عبری بر روی بدنه اون نوشته شده بود اسرائیل باید از بین بره. ببینید دوست عزیزمون مطالبی رو عنوان فرمودن، منتهی مراتب نقد جدی به صحبت‌های ایشون وجود داره. اولا اینجا ما داریم عملکرد قوه مجریه رو نقد می‌کنیم، چه ربطی به قوای سگانه داره و مقام معظم رهبری داره که ما بگیم حاکمیت اینجا مقصره؟ قیمت کره و قیمت تخم و با آقای رئیسی یا با آقای قالیباف چه مربوطه؟ آقای رئیس جمهور مسئول این قضیه است، به رهبری چه ربطی داره؟ در ضمن ایشون فرمودن که یک شبه نمیشه مشکلات رو حل کرد، مثل اینکه ایشون یادشون رفته که 8 سال 7 سال خورده گذشته، یک شب نبوده و ما رسیدیم تقریبا به آخر شب. خدمت شما عرض بکنم که پس زمان رو در نظر بگیریم و قوای دیگر رو درگیر نکنیم و آقای رئیس جمهور رو براش شریک در مشکلاتی که به وجود آورده نتراشیم. این یک. در ارتباط با اینی که شما می‌فرمایید دولت‌های دیگه‌ای وجود دارند، این رو بارها راجبش صحبت کردیم. این بحثی است که مخصوصاً آقای روحانی و دور بریای ایشون دامن می‌زنن به این قضیه، همون بحثی که اول دولتشون داشتن، دولت با تفنگ و اینها، که بعدها یواش یواش از اون قضیه عدول کردن و فرماندهان سپاه رو بغل کردن، انگار نه انگار که این صحبت رو ایشون کرده بودن. همچین چیزی در مملکت ما که نمیبینیم. حالا شاید در بیرون از مملکت چنین وضعیتی به هر صورت وجود داره و شمایی که در بیرون هستید چنین چیزی رو میبینید که حتما کسان دیگه‌ای دارن دولت رو اداره میکنن. نه خیر، آقای روحانی به اندازه کافی اختیارات داره، آقای روحانی به اندازه کافی اختیارات برای از اون نسبهاش داشته، برای خدمت شما عرض کنم که هزینه کردهاش داشته، برای خرابکاری هایی که تا به امروز کرده داشته. سپاه هیچ جا، حالا اگر بگیم مثلا در دوران برجام یک موشک هوا شده و روی اون به صورت عبری نوشته شده که مثلا مرگ بر اسرائیل یا اینکه مسائل این چنینی، این یک دونه رو از یک قضیه جز نمیتونیم یک نتیجه کلی بگیریم که بله چون یه اون یه همچین اتفاقی افتاده پس در اون ارتباط مشکلات دیگر رو به وجود آورده. نخیر، در همون زمان آقای جانکری در خیابون با آقای ظریف راه می رفتن، با هم یه غذا می خوردن، قهقهه می کردن و هیچ گونه مشکلاتی بینشون وجود نداشت تا زمانی که آقای ترامپ اومد و آقای ترامپ به عنوان یک دولت جدید اومد و اون مسائل رو هم عنوان نکردن. اینها در خصوص بحث اتمی صحبتی رو داشتن، نشستن با هم دیگه پنج قدرت به توافق رسیدن و اصلا بحث این نبودش که دولت دیگه یا سپاه پاسدارانی وجود دارد یا نه. ما نیاییم برای خرابکاری های دولت
شریک بتراشیم. از نظر من دولتی دیگه ای وجود نداره، دولت یک دون است، دولت سایه‌ای هم وجود نداره. بله قوای دیگه هستن، مقام معظم رهبری هست، یک حاکمیت ارکان مختلفی داره، ولی بخش اعظم قدرت در اختیار قوه مجریه است. آقای رئیس جمهور روزی که اومد، همچنان که در گزارشتون فرمودید، اومد گفت من با اختیارات میام، با کلید دارم میام، میتوانم این کار رو بکنم. اون روز نگفتش که سپاه پاسدارانی هست و خدمت شما عرض کنم که بنده بیام اینها نخواهند گذاشت. از روزی هم که اومده گفتن آقا، خودشون نمیگن، اطرافیانشون میگن که آقا ایشون میخواد نمیذارن، ولی هر وقت میگن آقای رئیس جمهور بگو کی نمیذاره، ایشون نمیگه. به خاطر اینی که میخواد دیگران بگوین که اگر یه زمانی جای تکذیب بکنه جا داشته باشه و بگه من نگفتم. همچنان که امروز بحث حالا استعفا و این حرفا رو دیگران دارن میزنن، منتهای مراتب میخوام خدمتتون عرض بکنم که اصلا و ابدا شریکی دولت آقای روحانی نداره و کسی در ارتباط با کار ایشون چوب لای چرخ ایشون نمیذاره. مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن که ایشون باید تا آخر دورانشون با جدیت کار کنن. 20 میلیون به بالا رای به ایشون دادن، مردم به ایشون اعتماد کردن و ایشون باید به اعتماد مردم احترام بذاره و کاری انجام بده که حداقل مردم خواستن ازش، نه اینکه بیاد و خرابکاری بکنه. نهایتا بعد از اینکه خرابکاری شد برگردیم بگیم که چی، ایشون شریک داره، حاکمیت مقصره، قوای دیگه مقصرن و سلام. آقای سلیمانی، آقای علیپور میگن که قیمت کره و تخم مرغ ارتباطی نداره به مثلا کسی مثل آقای خامنه ای. اتفاق این طرح اینجور مسائل به این شکل به نظر من ساده انگاری است. اولا که ببینید، من مثال میزنم، بحث به هر حال نهاد حاکمیتی مطرح، اصلا اینجا بحث مقام معظم رهبری نیست. عرض کردم ایشون سیاست های کلان رو تعیین میکنن، وزیر مجموعه های ایشون هم دخیلن، نه اینکه آقای مقام رهبری مثلا بیان رأساً اشتباهی کرده باشم. بالاخره زیر مجموعه دارم مثال میزنم. ببینید، اولا که بحث دولت پنهان رو من خیلی قبول ندارم، نمیگم نیست، ولی اینکه شما اسم میارید مثلا از سپاه پاسداران، خب سپاه پاسداران یه نهاده، یه نهاد نظامیه، وقتی اسمش هست، وقتی میگن که سپاه این کارو کرد، پس دیگه پنهان نیست. یا فلان نهاد این کارو کرد، خب اون دیگه پنهان نیست. ببینید، بحث FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موند. خب به هر حال ایده نظرشون اینه، کارشناسان، که FATF به درد مملکت میخورد، ایران باید عضو FATF میشد، میپذیرفت اون مسائلی که باید در واقع در مجلس تایید میشد. چرا الان که مثلا میگن آقای ترامپ اومده هی تهدید میکنه تحریم تسلیحاتی بمونه، دوباره نمیدونم مکانیزم معاشر رو مطرح کرده و اکثریت اعضای شورای امنیت قبول نکردن، بحث این که 14 تا بانک حدوداً، حالا بانک‌های کوچیکی هستن که با ایران از طریق سویفت کار میکنن، خب میگن که ایران چون FATF رو هم نپذیرفته، این 14 تا بانک هم دچار مشکل میشن با این فشارها. بنابراین پس مجموعه تشخیص مصلحت هر حال شاید در آینده هم نشون داده خواهد شد. ایران بالاخره بازی ساختارهای بین المللی همه که چیز نیستن، که یه عده‌ای از کشورها هستن در همسایگی ما عضو FATF هم هستن. یا اینکه وقتی سران سه کشور، ببینید اینا، اینکه اینجوری نیست که آقای روحانی مثلا، بله رئیس جمهور قوه مجریه از اختیاراتی داره، وظایفی داره، سران سه قوه میشینن و تصمیم میگیرن بنزین بشود 3000 تومان و میشود. خب آقای روحانی موافق بوده مثلا 3000 تومان بشه، خب چرا رئیس مجلس آقای لاریجانی در اون مقطع، رئیس وقت مجلس و رئیس وقت و قوه قضاییه موافقت کردن؟ خب اینا موافقت نمیکردن، خب طبیعتا نمیشد. یعنی وقتی سه تا، ببینید اینا همه تاثیر دارن، یعنی اینجوری نیست که بی تاثیر باشه. اجازه بدید که بحث رو جمع بکنید، به هر کدوم از آقایون 30 ثانیه وقت میدیم که جمع بندی بکنن. آقای علی پور بفرمایید، 30 ثانیه دارید که جمع بندی بکنید. کوتاه. آقای روحانی عملکردش غلط بوده و الان هم اگر بحث استعفای ایشون مطرحه، باید تا آخر بمونه، خرابکاریایی که کرده رو خدمت شما عرض کنم جبران بکنه. اگر نمیتونه جبران کنه، باید پاسخگو باشه. در یک صورت میتونه ایشون استعفا بده، اونم این هستش که بیاد جلوی تلویزیون برگرده بگه من اشتباه کردم، نتونستم، و جوابگو باشه، نه اینکه همینجوری بذاره بره. بحث دلاری که الان مطرح هستش میتوانن جمعش بکنن، ربطی به آقای رئیسی و آقای قالیباف نداره. الان آقای همتی میتونه این دلار رو جمعش بکنه، منتهای مراتب آقای روحانی دستپالشو بسته، همچنان که قبلا گفت دلار مال دولته و نرخ دست دولته. من امشب میتونم بگم نرخ رو بیاره پایین، ولی نمیگم. پس همه چی دست خود آقای روحانیه، آدرس غلط ندیم. گفتم مفصلی هم اتفاقا در مورد دلار داریم در ادامه برنامه. آقای سلیمانی 30 ثانیه فرصت دارید که جمع بندی بله.
ببینید من بازم عرض میکنم انسجام ملی، وحدت در تصمیم گیری، نگاه واقع بینانه به مسائل داخلی و نظام بین الملل و در نظر گرفتن قواعد اونها از سوی مجموعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی انکار ناپذیره و باید همه بشینن دست به دست هم بدن این مسائل رو حل بکنن. اینطوری نیست که، ببینید تحریم ها اثر داره، سوء مدیریت هم اثر داره. وقتی شما نمیتونی نفت صادر کنی، ارز نداری، مشکلات داری، خب ارز هم میره بالا. ولی خب از اون ور آقای روحانی مثلا ارزشو میاره مثلا در تخصیص ارزها مشکل داشت، بد عمل کرد. بسیار ممنون. بحث 4200 تومانه که اینو وقت نیست دیگه توضیح بدم. سپاسگزارم از افشار سلیمانی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در دولت محمد خاتمی، و همینطور محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی ایران، هر دوی آقایون در تهران. ارز در ایران بازهمگران شد، اشاره مختصری به این موضوع در گفتگو شد. گزارش شده که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود 29000 تومان و یورو به 34000 تومان رسیده. با این حساب نرخ ارز در 3 ماه گذشته 1.5 برابر شده. اما آیا سقوط ارزش ریال اجتناب ناپذیر است یا دولت می تواند جلوی ادامه این روند را بگیرد؟ بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. این سوال فقط ورد زبان ایرانی ها نیست. خیلی ها در ترکیه هم مخصوصا در یک سال اخیر این سوال را تکرار کردند. در این مدت قیمت دلار از 5.5 لیره به بیش از 7.5 لیره افزایش پیدا کرده. بالاترین رقم در تاریخ ترکیه. سقوط ارزش لیره باعث شد بانک مرکزی ترکیه پنجشنبه نرخ بهره را 2% بالا ببرد تا جلوی ادامه این روند را بگیرد. افزایش نرخ بهره و سود بانکی میتواند انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را بیشتر کند، رشد نقدینگی را کاهش دهد و تقاضا برای خرید ارز را کم کند. اتفاقی که میتواند جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد. روند صعودی نرخ ارز در ایران از ترکیه سریع‌تر و شدیدتر بوده، به طوری که تنها در 3 ماه گذشته قیمت دلار در بازار آزاد 1.5 برابر شده و از حدود 19000 تومان به 29000 تومان رسیده. ولی مسئولان بانک مرکزی ایران برخلاف همتایانشان در ترکیه تا کنون رغبتی به افزایش نرخ بهره نشان ندادند و فکر می‌کنند با ابزارهای دیگری می‌توانند جلوی رشد سریع نقدینگی و افزایش قیمت ارز را بگیرند. راه دیگر جلوگیری از روند صعودی قیمت دلار افزایش عرضه آن به بازار است. دولت و بانک مرکزی می توانند ذخایر ارزیشان را به بازار تزریق کنند تا جلوی رشد قیمت را بگیرند. ولی چنین روشی مسکنی موقت است. تا وقتی بازار نگران کاهش درآمدهای ارزی کشور باشد، قیمت دلار ممکن است بالا برود. به تازگی سایت تنکر ترکرز که حمل و نقل بین المللی نفت را رصد می کند گفته بود صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه جاری میلادی نسبت به ماه قبل تقریبا 2 برابر شده و به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. ولی نفس افزایش صادرات ممکن است کافی نباشد. کشورمون خرداد امسال رئیس کل بانک مرکزی ایران در مجلس گفته بود که فشارهای آمریکا دسترسی ایران به دارایی‌های ارزیش را محدود کرده. الان خیلی از کشورها که با ما ادعای دوستی دارن، از کره گرفته تا کشورهای مختلف، حتی در کنارمون عراق که ما بالاخره روابط خیلی خوب دوستانه داریم، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌های مرکزیشون، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌هاشون اجازه نمیده از منابع ارزیمون استفاده کنیم. ما مشکل ارزی نداریم. ذخایر ارزی بانک مرکزی الحمدلله در حد کفایت و بسیار خوبه. ولی مشکل ما اینه که اجازه دسترسی به ارزامون نمیدیم. شکی نیست که تحریم‌های آمریکا نقش عمده‌ای در کاهش درآمدهای ارزی و سقوط ارزش ریال بازی کردند، ولی آنها تنها عامل این سقوط نبودند و شاید برداشتن این تحریم‌ها تنها راه تقویت ریال نباشد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. روزبه علی آبادی، مشاور اقتصادی شرکت مشاوره گلوبال گروث ادوایزرز از نیویورک با ما هستند. آقای علی آبادی، چقدر مشکل برمیگرده به سیاست‌های پولی در ایران؟ بسیار زیاد. ما به هر حال در دهه‌های گذشته در ایران با تحریم دست و پنجه نرم کردیم.
ولی دو اتفاق داره میفته. یک این هستش که بانک مرکزی سیاست‌های مستقل نداره، یا بهتر بگم بانک مرکزی سیاست‌های راهبردی رو نشون نداده، و قسمت دوم قسمت چاپ پول یا ریال در ایران هستش که ما می‌بینیم با سرعت خیلی زیاد داره اتفاق می‌افته. اوایل دوره اول آقای روحانی چاپ ریال کم شد، ولی متأسفانه شرایط فعلی باعث شده که چاپ ریال زیاد بشه و این هم داره کمک میکنه به افزایش تورم، هم داره التهاب رو در بازار نقدینگی در ایران زیاد میکنه، و متاسفانه دولت و هم سیاست‌های پولی و مالی به جهاتی رفتش که بیشتر سعی کردن کمک‌های کوتاه مدت به وجود بیارن. مثلا از اول اسفند ماه ما دیدیم که در بازار بورس سعی کردن یک مقدار زیادی از نقدینگی رو جذب بکنن با ارائه شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی بدون هیچ پشتوانه‌ای، بدون هیچ درآمدی، یا بدون هیچ مکانیزمی که بتونه کنترل بکنه قیمت سهام روز رو نسبت به ارزش یا نسبت به درآمد اون شرکت‌ها. ما امروز نتیجه‌اش رو می‌بینیم که التهاب بسیار شدیدی در بازار بورس داریم. این اتفاق در حتی بازار مسکن هم افتاد. ما می‌بینیم با اینکه حجم معاملات در بازار مسکن کم شده، ولی میزان معاملات یا قیمت‌ها بسیار بالا رفته. و وقتی بازار ملتهب هست، اقتصاد ملتهب هست، ما می‌بینیم که سرمایه‌گذاران خرد، شهروندانی مثل من و شما، شروع می‌کنن جابجا کردن این منابع مالی که دارن، و این رو بسیار بسیار واضح ما داریم در سیستم بانکی امروز ما میبینیم. حساب قرض‌الحسنه میانگین حساب‌های قرض‌الحسنه ایرانی ها بسیار کم شده، بخشیش به خاطر تورم و بخشیش به خاطر جابجایی این مقدار ریالی هستش که ایرانی ها دارن از بازار مسکن به بازار ارز خارجی، به بازار طلا و بازار بورس. و این جابجایی باعث من فکر میکنم ریسک خیلی زیادی برای اقتصاد ایران، مخصوصا در نبود سیاست‌های درازمدت مالی بشه. آقای علی آبادی، بر فرض اینکه سیاست راهبردی پولی هم تنظیم بشه، با توجه به تنش‌هایی که در روابط بین‌المللی بین ایران و مثلا جهان غرب هست و التهاب‌هایی که شما اشاره کردین، اصلا عملی کردن اونها امکان داره؟ متاسفانه در شرایط کنونی خیر. ما سه مشکل داریم. یکی اینکه درونن در ایران مسئله مالی مسئله مستقلی نیست، یعنی سیاست‌های مالی هیچ موقع سیاست‌های مستقلی نبوده. به عنوان مثال وقتی در رابطه با پشتوانه پول ایران صحبت می‌کنیم، بانک مرکزی نمی‌تونه تصمیم مستقل بگیره برای به عنوان مثال برداشت از صندوق توسعه ملی اجازه‌های مختلف در لول‌های مختلف لازمه. یک این. دو، سیاست‌های مشترکی وجود نداره بین مجلس و قوه مجریه. ما دیدیم امروز مجلس آقای قالیباف در رابطه با کالا برگ صحبت میکنه که مستقیما متصل به قیمت کالا برگ 120 هزار تومان برای هر نفر در هر خانواده، که این به هر حال باز هم میتونه به میزان خیلی زیادی تورم و زیاد بیشتر افزایش بده. و از همه مهمتر، ما در زمانی زندگی میکنیم پس از کرونا و در زمان کرونا که فراتر از مسائل تنش ایران با غرب، اقتصاد ایران یک پنجم سقوط، ببخشید، درآمد اقتصاد ایران، درآمد نفتی اقتصاد ایران فراتر از مسائل تحریمی، بگیم فردا ما با آمریکا توافق هم داشته باشیم، درآمدهای نفتی ایران یک پنجم میشه به خاطر قیمت نفت هستش که پایین اومده. و از اون مهمتر، رشد جهانی باعث میشه که تقاضای نفت ایران در بازار جهان، مخصوصا برای بازاری مثل چین که یکی از میتونیم بگیم خریدارای بزرگ نفت ایران بوده، کاهش پیدا خواهد کرد. پس در نتیجه اقتصاد جهان به علاوه مسائل سیاسی، به علاوه نبود سیاست‌های مستقل بانک مرکزی و مالی، آینده‌ای نه چندان روشنی رو از اقتصاد ایران و وضعیت پول ملی و وضعیت تورم امروز به ما نشون میده. بسیار ممنونم از روزبه علی آبادی، مشاور اقتصادی شرکت مشاوره گلوبال گروث ادوایزرز. در افغانستان دختری که رتبه اول کنکور رو کسب کرده تبدیل به چهره الهام بخش در سراسر کشور شده و حتی داستان موفقیت او به رسانه‌های بین المللی کشیده. شمسیه علیزاده که از میان حدود 200 هزار شرکت کننده در رده اول قرار گرفته، در دانشکده پزشکی کابل پذیرش شده. او دو سال پیش شماری از همکلاسی‌هایش را در حمله داعش به یک مرکز آموزشی از دست داد، ولی از تلاش باز نایستاد. شمسیه علیزاده همین الان از کابل با ماست. خانم علیزاده، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. دیر وقتی در کابل، در یک سال اخیر روزانه چقدر درس میخوندید؟ تشکر از شما که من رو دعوت کردین و همچنان تشکر از بیننده های عزیزتان.
خب در یک سال گذشته که ما آمادگی رو شروع کردم، در اول چون هم مصروفیت های مکتب بود و باید به اونا رسیدگی میشد و هم درس های آمادگی بود که واقعا مهم هستن، و بخاطر من مدت 20 ساعت یا در جریان درس خواندن بودم یا در رفت و آمد یا در مکتب یا در کورس. 20 ساعت در شبانه روز؟ خیلی کم میخوابیدین. کرونا کار شما رو سخت کرده بود یا آسون؟ خب قرنطین یک موضوعی بود که من خودم به عنوان یک انسان تا هنوز همچین چیز را تجربه نکرده بودم، یک خانه نشینی اجباری و ترس از این که آیا زنده بمانی یا نه، و اینکه خب یک اپیدمی بود که تمام جهان با او روبرو بود، نه تنها افغانستان یا نه تنها کشورهای منطقه بلکه کل جهان، و به نوع یک دست و پاچگی و یک بی برنامگی در روند دولت بود، و همچنان اینکه آیا وزارت معارف میتونست که امتحان کنکور برگزار بکنه و یا نه. این در هفته های اول خب به عنوان ای که من خودم یک شاگرد کنکور بودم و زحمت کشیده بودم و در همون اوایل که قرار بود که کنکور گرفته شد و من آماده شده بودم، این کمی روی روحی من تاثیر کرده بود. تا مدت دو هفته سه هفته ای کمی از من برنامه هایم عقب ماند و به نوعی بر مطلق گرایی بودم و نمیفهمیدم که واقعا سرانجامش چی میشه، ولی بعد از اون طبق همون برنامه هایی که برای ما از طرف مرکز آموزشی گذاشته شده بود و پرسنل واقعا زحمت کشیده بودن، همونا رو دنبال کردیم و با توکل به خدا. تحصیل در افغانستان کار آسان نیست. یک بار به آموزشگاه شما حمله شد، 47 نفر از دوستان و همشاگردی های شما کشته شدن. شما البته خوشبختانه اون روز اونجا نبودید. از اونها تحت عنوان شهدای دانایی در افغانستان یاد میشه. در این مدت هیچ وقت احساس ناامیدی یا ترس کردید یا اینکه نتونید ادامه تحصیل بدید؟ خب قطعا این که حمله که به مرکز آموزشی موز شد یک حمله واقعا خطرناک و وحشیانه بود و خیلی از دوستای ما را از اول نمره های مکاتب ما که من بارها از راحله و مدینه لعلی یاد کردم که از اول نمره های صنف 12 مکتب ما بودن که او سال من خودم صنف 11 بودم و به صورت مختصر از اونا شناخت داشتم، در او حادثه شهید شدن و از شخصیت هایی بودن که واقعا لایق بودن. خب ای که خب ترس بگیم نگیم هست در افغانستان، در کشوری که خیلی از مخالفان دولت وجود دارد ترس هست، اما از اونجایی که کورس ما یک امنیتی گرفته بودن از هر لحاظ در محوطه داخل کورس ما احساس امنیت میکردیم. خب و ای که به درس مشغول باشی کمتر به موضوعات امنیتی فکر میکنیم. شما گفتید که در جایی در یک مصاحبه طالبان بیان به دولت بپیوندن، اگه اونا قبول نکنن چی فکر میکنید؟ خب من واقعا به پروسه صلح امیدوارم و فکر میکنم که طالبان شاید قبول بکنن، اونا هم از جنگ خسته شدن، اونا هم جز همین سرزمین هستن و امیدوارم که دست از این کارهایی که قبلا کردن بردارن و به عنوان یک افغان زیر چتر جمهوریت افغانستان با توجه و احترام به قانون اساسی افغانستان با دولت یک جا بشن. ولی خب ای که بخواهیم که قبول نکنن اینش هنوز معلوم نیست. پدر شما هم در کنار شما هستن، خیلی در رسانه ها به ایشون توجه شده، ایشون کار خیلی سختی رو انجام میدن، کارگر معدن هستند. وقتی که شما برنده شدید و اسم شما به عنوان نفر اول کنکور مطرح شد، ایشون سر کار بودن. من میخواستم یک چند کلمه با ایشون صحبت بکنم. آقای محمد نسیم، چه حسی داشتید وقتی که در محل کارتون متوجه شدید که دختر شما از میان 200,000 نفر نفر اول شده؟ تشکر از شما. واقعا در او هینی که من ما راپور داده شد، واقعا یک حالت دیگه به ما روخ داد که هیچ نمی فهمیدیم که ما در کدام موقعیت قرار داریم. یک احساسی بسیار هیجانی داشتیم در او ساعت. آقای محمد نسیم، الان نه تنها در افغانستان بلکه در خیلی از جاهای دنیا در مورد شمسیه حرف میزنن، روزنامه های مشهور دنیا، رسانه ها. فکر میکردید که دختر شما یک روز چنین شهرتی پیدا بکنه، به چنین موفقیتی دست پیدا بکنه؟
ولی ما تا جای مطمئن بودیم به خاطر که یک استعدادی که خداوند برش داده بود دیگه روی زمو استعدادش ما با تلاش زحمت های خودش مطمئن بودیم که شاید یا اول یا دوم شوه. بسیار عالی. و بازم سوال آخر رو از خود شمسیه میپرسم، شما در دانشکده پزشکی قبول شدید، میخواهید پزشک بشید، این چیزی بود که از اول برنامه ریزی کرده بودید یا اینکه خب خیلی در ایران در افغانستان گفته میشه که اگر کسی موفق شد حتما باید پزشک بشه یا مثلا مهندس بشه؟ خب بله، این معیارها در جامعه های ما وجود داره که اونایی که موفق هستن معمولا یا دکتر هستن یا به گفته شما مهندس. خب بله، من به این شعارها اعتباری ندادم. من صنف نو یک علاقه خاصی به همین پزشکی یا طب داشتم، خیلی دوست داشتم که یک دکتر شم. یکی از محرک ها و انگیزه های اصلی که من واقعا دوست داشتم یک دکتر شم نجات جان انسان ها بود و همچنان احترام به انسان ها به عنوان مخلوق خدا بدون در نظر داشته هیچ گونه تبعیضات یا تفاوت ها. اگر یکی از اعضای طالبان یا یکی از اعضای داعش رو ببینید که در حال مرگ هستند و شما هم یک پزشکید، اونها رو مداوا میکنید؟ خب در جریان نزدیک 7 سال ما طب میخوانیم، خب واقعا شاید خیلی چیزها رو یاد بگیریم، ولی درمان یک انسان زخمی واقعا وظیفه یک دکتر هست. ممکن در همون لحظه زندگی از او تحول پیدا کنه، تغییر پیدا کنه، اندیشش تغییر پیدا کنه که واقعا انسان برای اینکه هم نوع خود را بکشه، برای اینکه به هم نوع خودش صدمه برسانه آفریده نشده. به خاطر از این آفریده شده که دست یکی بگیره، یک دردی از یکی دوا بکنه و یک مریض را شفا بده در حد توانش، و واقعا شاید همون لحظه من زندگی از رو بتونم تغییر بدم، پس چرا که نه حتما. خیلی ممنونم از شمسه علیزاده، نفر اول کنکور سراسری افغانستان از کابل با ما، و همینطور محمد نسیم پدر شمسه علیزاده که از کابل با ما صحبت میکردن. و باید اضافه بکنم که آقای علیزاده شاید ساعاتی هست که از نقطه بسیار دوردست در افغانستان تونستن بعد از چند روز خودشون رو به خانه برسونند و در کنار خانواده باشند و این لحظات شاد رو با دخترشون سپری بکنند. و ما در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بعد از 2 هفته رقابت متمرکز در قطر، از بین 4 نماینده ایران پرسپولیس تنها تیم ایرانی باقی مانده در جدول بود. قرمزهای تهران که در پایان مرحله گروهی با 10 امتیاز صدرنشین گروه خود شده بودند، بعد برای رسیدن به 1/4 نهایی با اسد قطر بازی می‌کردند. پوریا ژافره مهمترین لحظه‌های این بازی پرهیجان را گزارش می‌کند. ورزشگاه ادویکیشن سیتی دوحه، یکی از استادیوم‌های میزبان جام جهانی 2022. حالا در فاصله 2 سال تا آن مسابقه‌ها، میزبان یکی از حساس‌ترین مسابقه‌های قاره‌ای. پرسپولیس قهرمان ایران مقابل اسد، پر افتخارترین تیم قطر برای جایگاهی در 1/4 نهایی آسیا. مسابقه ای که اصلا بسته نبود و هر دو تیم فرصت های زیادی برای گل زدن داشتن. مثل اینجا که حامد لک دروازه‌بان پرسپولیس ضربه سانتی کازولا را دفع کرد. اما فرصت های خطرناکتر را پرسپولیس ایجاد کرد. عیسی آل کثیر که همین 1 ماه پیش به این تیم اضافه شده، حالا در نقش مهاجم نوک کاملا جا افتاده. او اینجا در شرایطی نامتعادل توپ را به تیر عمودی کوبید و دقایقی بعد در حالی که بعد از کورسی سری خود را به توپ رساند، باز هم با بدشانسی تیر دروازه را هدف گرفت. البته این بار تیر افقی را. در فاصله 2 دقیقه به پایان، آل کثیر مهاجم دسپولی پرسپولیس کار خودش رو کرد. با این ضربه سر رعداسا دیگر کاری از حریف ساخته نبود. از صد قطر 0 پرسپولیس 1، نتیجه که تا پایان این مسابقه عوض نشد. اما دقایق پایانی برای پرسپولیس تلفات داشت. وقتی سیامک نعمتی روی این صحنه و شیطنت بازیکن حریف با کارت قرمز داور جریمه شد و فعلا بازی بعدی پرسپولیس را از دست داده. اما کار بزرگ انجام شده و حالا قهرمان ایران بدون ترس از هیچ حریفی منتظر بازی 1/4 نهایی در روز چهارشنبه است. با
بردی شیرین که هم پول بیشتری به حساب قرمزهای تهران می‌ریزد و هم این تیم را به رویای قهرمانی یک قدم نزدیک‌تر می‌کند. پوریا جعفره، بی بی سی. آهنگ‌هایی که در دوران جنگ ایران و عراق از رادیو و تلویزیون شنیده می‌شد، ترکیبی بود از نوحه سرایی، سرود و موسیقی حماسی و سنتی. اونها عمدتاً مضمون‌های مذهبی و ملی‌گرایانه داشتند و کارکردشون این بود که جامعه رو در برابر دشمن به هیجان بیارن. اما در این مدت هنرمندان موسیقی ایران آثاری تولید کردند که در یاد و خاطره خیلی از مردم ایران باقی مانده. کاوه مشکات در گزارشش مروری کرده به بعضی از نواهایی که در آن روزها بیشتر شنیده می‌شد. این نوا برای 8 سال موسیقی متن دوران جنگ بود. اسمش را مارش حمله گذاشته بودند. موسیقی که در ادامهش صدای محمود کریمی مجری آن سالهای رادیو خبری از جبهه ها می داد. و یا دکلمه‌ای حماسی مذهبی در ستایش جنگ می‌خواند. ز پای همت ما آفتاب سر ساید، به نام عشق بخوانند انبیا با ما. مارشی که یکی از تهیه کنندگان اصلی رادیو جبهه آن سالها میگوید در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شده بود. تو آرشیو مشغول شدیم، همه شروع کردیم به گشتن، از مارشای خارجی استفاده کردیم، مارشای جنگ جهانی دوم. اما این قطعه به گفته آهنگسازش در دهه 30 ساخته شد و پس از آن دسته های موزیک نظامی بارها آن را در مراسم مختلف اجرا کرده بودند. زمانی که ایران، پاکستان، انگلستان و ترکیه جزء پیمان سنتو بودند، قرار شد که اینها یه مارشای بسازن تو کشورها که وقتی میخوان جمع بشن بتونن از اون مارشا استفاده کنن. در نتیجه بنده 11 تا مارش ساختم که هر 11 تاش قبول شد، از جمله یکی هم همین مارش شهریار بود. نوت مارش شهریار پس از انقلاب ایران با اسم حمزه 21 بین نوازندگان دسته های موزیک دست به دست می شد. به گفته یکی از مدیران وقت رادیو، این نوت مدت ها پس از آغاز جنگ به دست آنها می رسد و اسمش می شود مارش وحدت. در زمانی که جنگ بود مرتب میذاشتم و پخش میکردن برای تهییج جنگجویان رشید ایرانی و بعد این مارش دیگه در مواقع حمله مرتب نواخته میشد، از جمله یکم مارش فتح خرمشهر بود. خرمشهر شهر خون آزاد شد. من سهمم این بود که این مارش رو بسازم و قبلا ساخته بودم، اینها استفاده کردم. احساس غرور کردم که بالاخره تونستم یه قدم بردارم، ولی من از جنگ خوشم نمیاد، از زد و خورد خوشم نمیاد. از این نظر من احساس خوشحالی نمی کردم که در جنگ نواخته میشه. Oh,
شروع جنگ موسیقی مانند خیلی چیزهای دیگر وضعیت بلا تکلیفی داشت. موسیقی نظامی ایران ابزار لازم را برای تولید موسیقی رزمی و حماسی نداشت. همین موضوع باعث شد مانند دوران انقلاب آثاری با استفاده از گروه کر ساخته شود. وقتی جنگ اتفاق افتاد خیلی سریعاً بعدش در واقع مرکز سرود و فرهنگ‌های انقلابی یک با کمک از گروه ارکستر سمفونی تهران قطعات خیلی حماسی ساخت. توی این 8 سال جنگ اتفاقی که افتاد مشخص شد در پخش کارهایی که صدا سیما میکرد، اولا این چه نوع انقلابیه، این خیلی انعکاس پیدا کرد در نوع موسیقی، در کلماتی که استفاده میشد، در روح اون موسیقی، حالا چه نوع واقعا انقلاب، اون قضیه خیلی مهم بودش و خیلی استفاده زیادی از المان‌های به خصوص مثل کور، مثل مارش، مثل نوه خونی. می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. همچنان موسیقی چاوش که در جریان انقلاب در متن جامعه بود، کم کم بعد از حذف گروه‌های مخالف سیاسی به حاشیه رفت. کاروان شهید با صدای شهرام ناظری یکی از آخرین کارهای چاوش است که مضمونی اجتماعی سیاسی دارد. واقعا میشه گفتش که توجه زیادی بهشون نشد بعد از انقلاب و در زمان جنگ، و این ربط داشت به این قضیه که خب یه گروه، یه کادر خیلی به خصوصی اومده بودن سر کار که داشتن تعیین میکردن که این در واقع چه نوع انقلابیه و چطوری این انقلاب انعکاس بشه توی سرودها و موسیقی اون موقع که از صدا سیما پخش میشد. و در هر صورت بالاخره یه برچسبایی روی این گروه چاوش میذاشتن در قطعات، در مرحله های مختلف، حالا چه چپی چه این چه اون، که در واقع بهشون راه ندادن که بتونن یه بخش عظیمی رو از این موسیقی به خصوصا در اتفاقات جنگ بازی بکنن. بس که برادرها بعضش روزن، بابا جواب بدید یواش، اما دامه نیستن ها، نخوردیم الان میده برو ساید یه نار بخوریم، یکم محکمتر جواب بدید، دست یواش میره گردن کش، همشه بس که حال نیست. درگیر بودن در جنگی که حکومت با آن انگیزه های مذهبی داده بود، نیاز به نوع دیگری از موسیقی داشت. اسطوره های مذهبی بیش از هر زمان دیگری در جامعه تکثیر پیدا کردند. کریمالا کریمالا منزل عشاق خدا می باشد، کریمالا کریمالا منزل عشاق خدا می باشد. نوه خانی که ریشه در عزاداری امام سوم شیعیان دارد، در این دوران شکل دیگری به خود گرفت. این شکل از مرثی خانی مذهبی که تا قبل از جنگ در مساجد و تکیه ها اجرا می شد، تبدیل به ابزاری مهم برای برانگیختن سربازان شد. یکی از معروفترین چهره های این سبک صادق آهنگران بود. ولی لشکر صاحب زمان نوحه‌ای بود که شهرت زیادی در آن زمان پیدا کرد و بارها در زمان جنگ از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. نوحه خانیایی که اتفاق می‌افتاد و هنوزم اتفاق می‌افته، هیچ وقت از درون یه جعبه سیاه نمیان. اینا همشون ریشه دارن توی ملودی‌های محلی، توی موسیقی‌های محلی در ایران که بالاخره خیلی‌هاشون هم ریشه‌های مذهبی دارن یا ریشه‌های فولکلور دارن و
مداحان همیشه استفاده کردن از این ملودیا. به خاطر همین الان وقتی مثلا میبینیم که مداحان جمهوری اسلامی از ملودیای هایده استفاده میکنن، خیلی جای تعجبی نداره، چون اینا همیشه بالاخره دسترسی، یعنی دست میابن به ملودیا و آهنگایی که بین مردم ایران محبوب هست و مردم باشون خاطره دارن. محمد نبودی یکی از آن کارها بود، قطعه‌ای با فضای نوستالژیک. شعرش به یاد محمد جهان‌آرا، یکی از سرداران جنگ که زاده خرمشهر بود، سروده شد. غلامعلی کویتی پور هم با استفاده از یکی از ملودی‌های عزاداری بوشهری آن را خواند. اما پیش از او جهانبخش کردیزاده، معروف به بخشو نوه سرای بوشهری، از این ریتم استفاده کرده بود. موسیقی دوران جنگ ایران و عراق برگرفته از شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزها بود و ابزاری در خدمت تبلیغات جنگ. اما کارهایی که در این دوره ساخته شد، هر کدام به نحوی روی موسیقی پس از آن تأثیر گذاشت و برای نسل جنگ روایتگر خاطره های تلخ شد. کاوه مشکات، بی بی سی. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و همینطور به کانال ما در یوتیوب سر بزنید.